آیا اه, کسی که آفرینش دارد میتوند بیافریند مثل کسی است که نمیتونه خودش مخلوق هست اف من یخلق کم لا یخلق در سوره مبارکه یونس هم یا هود هم همینو داریم که آیا خدایان شما کسی هستند که بیافرینند و یا اینجا که که قول الله و خالق و کل شیخ خدا آفریدگار هر چیزی هست در اینجا بعد از اون میفرند که نعمتهای خدا بر شما خیلی زیاد هست نمیتونید بشمارید بعد صحبت از علم خدا میشه و الله یعلم ما تو سرون و ما تعلنون خدا میداند بعد از این بحث خلقت که میفرمایند بحث از علم خداست که خدا به همه چیز آگاه هست آیا بندگان غیر خدا آگاهی دارند به آن چیزی که آشکار و پنهان هست یعنی آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم همه چیزو میدونستند در حالی که آیات سریع قرآن میفرمان که لا تعلمهم نحن نعلمهم عف الله عنك لم اذنت لهم حتى یتبین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين در مورد نوح صحبت میکنه در مورد ابراهیم در مورد یوسف علیه السلام در مورد یعقوب علیه السلام باقی انبیا که اینها علم همه چیزو نداشتند در آن محدوده ای که خدا وحی برشون نازل میکرد خبر داشتن میرسوندن اما اینکه دیگه به همه چیز آگاه باشن و الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون پس خدایان شما آن چیزی که آشکار میکنید آن چیزی که پنهان میکنید نمیدونن ولی با این حال برای اینکه این مشکل رو حل کنند او چقدر باید درست کردن که امام کاملا میدونست که طرف میاد پیشش چی میخواد بگه صدقات و یا خمسی که می آوردن می گفت که این مال فلانی این مال فلانی چقدر توش هست این چقدر مال کیه چه چی توش هست یعنی تمام اون صفاتی که خداوند داشته و مشرکین اعتراف می کردن که خدایان ما این صفات رو ندارن برای اینکه بتونن مردم رو فریب بدن چون قرآن که دیگه مردم نمی خونن. بله. روایات و اصل قرار دادن اصل قرآن هست گفتم مرجعیت روایت هست اصلا مرجعیت قرآن نیست نه در حوزه و نه در فکر رافزی متاسفانه قرآن مرجعیتی نداره اگر قرآن مرجعیت داشته باشه دیگه روایت خود به خود از بین میره بدین خاطر همیشه روی روایت ها کار میشه